سلام به کانال همگام با ورزش خوش آمدید. بر اساس انتشار یک تصویر به نظر می رسد رابرت لواندوفسکی برنده جایزه توپ طلای سال 2021 شده است. به نظر می رسد که مثلث هجومی رودریگو، بنزما و وینیسیوس می تواند چالش بزرگ برای خط دفاعی تیم های رقیب ریال مادرید باشد. فوق ستاره پرتغالی تیم فوتبال منچستر یونایتد به هم تیمی هایش توصیه خاص کرده است. اخیراً رأی‌گیری انتخاب بهترین بازیکن جهان در سال 2021 به اتمام رسیده و حدود یک ماه دیگر نشریه فرانس فوتبال با برگزاری مراسم برنده جایزه توپ طلای امسال را مشخص خواهد کرد. اما حالا تصویر در فضای مجازی از لیست نهایی نشریه فرانس فوتبال منتشر شده که نشان می‌دهد رابرت لواندوفسکی، گلزن لهستانی و 33 ساله بایر مونیخ بالاتر از میسی و کریم بنزما برنده جایزه توپ طلا در سال 2021 شده است. این در حالی است که تا چند هفته قبل از میسی به عنوان جدیدترین نامزد برای دریافت این عنوان نام برده می‌شد، اما افت این ستاره آرژانتینی در فصل جدید در لیگ فرانسه و ترکیب پاریس سن ژرمن و همچنین درخشش فوق‌العاده رابرت لواندوفسکی ممکن است نظر برخی از رای‌دهندگان را تغییر داده باشد. در این تصویر ستاره لهستانی بایر مونیخ صاحب 627 امتیاز شده، اما رأی میسی مشخص نیست و نمیتوان متوجه شد اختلاف نفر اول و دوم چقدر بوده است. اما کریم بنزما ستاره فرانسوی ریال مادرید با 526 امتیاز در رده سوم قرار گرفته و در رتبه های بعدی محمد صلاح و جورجینیو قرار دارد. البته اگر لیست درست باشد قطعا اختلاف امتیاز لواندوفسکی با میسی دو رقمی بوده و خیلی زیاد نیست. در سالهای اخیر نیز معمولا چنین تصاویر منتشر میشد که اغلب نیز برنده نهایی را درست پیش بینی کرده بود. جالب اینجاست در این لیست کریستیانو رونالدو در رتبه نهم قرار گرفته است. این ستاره پرتغالی علیرغم تبدیل شدن به بهترین گلزن تاریخ فوتبال در رده ملی در عرصه باشگاهی روزهای خوب را در ترکیب یوونتوس و در ادامه منچستر یونایتد تجربه نکرده و بعد از سالها در چنین رتبه نازل قرار گرفته است. البته نمیتوان با قاطعیت درباره این لیست منتشر شده نظر داد، اما به هر حال با توجه به نزدیکی عملکرد بازیکنان بزرگ در سال 2021 احتمال شاید یکی از حساس‌ترین رأی‌گیری‌های تاریخ اهدای جایزه توپ طلا خواهیم بود. در سال 2019 نیز لیست مشابه لو رفته بود که در پایان نیز درست بود و میسی بالاتر از ویرجیل فان دایک برنده جایزه توپ طلا شد. احتمال این که در مراسم اهدای جایزه توپ طلا امسال دو برنده همزمان وجود داشته باشد پدید آمده و این احتمال لحظه به لحظه در حال افزایش است. بعض از رسانه‌های اروپایی تا روزهای اخیر اعلام کرده‌اند که مراسم اهدای جایزه توپ طلا امسال دو برنده خواهد داشت و این خبر احتمالاً اهدای همزمان این جایزه را به مهاجمان تیم‌های ملی پولند و آرژانتین را افزایش داده است. بازیکنان همانند جورجینیو، محمد صلاح، انگولو کانته، کوین دبراینه، نیمار، کریستیانو رونالدو، کیلیان امباپه، ایرلینگ هالند، روملو لوکاکو و کریم بنزما نیز از دیگر گزینه‌های دارای شانس برای دریافت این جایزه هستند که البته رسانه‌ها و کارشناسان معتقدند این نفرات شانس کمتر نسبت به دو گلزن پولندی و آرژانتینی برای دریافت این جایزه دارند. باید منتظر واکنش میسی به خبر احتمال اهدای همزمان جایزه توپ طلا به دو نفر نیز بود. در روز 14 آگوست 2021 ریال مادرید در اولین بازی لالیگا به خانه آلاوس رفت. درباره ترکیب آنجلوتی تردید وجود نداشت. کالتو در آن بازی از دو ستاره گران قیمت تیمش یعنی هازارد و بیل به عنوان مکمل‌های بنزما استفاده کرد. دو بازیکن بلژیمی و ویلزی تعویض شدند و جای خود را به دو برازیلی یعنی وینی و رودریگو دادند. در هفته بعدی کالتو از همین خط حمله استفاده کرد و بیل گل اول را زد، اما تعویض‌ها دوباره تکرار شدند. وینی هم در بازی اول و هم در بازی دوم گلزنی کرد. وینی در بازی سوم جایگاهش را در ترکیب پیدا کرد. هازارد در آن بازی روی نیمکت نشست و بیل فکس شد. بعد از آن گرت بیل مصدوم شد تا هازارد و وینیسیوس شرکای بنزما در خط حمله باشند. در بازی با انتر رودریگو گل سه امتیازی بازی را در حال به ثمر رساند که به عنوان یار تعویضی وارد زمین شد. هازارد در آن بازی به میدان نرفت. در بازی بعدی در مستایا وینیسیوس درخشید و به کامبک و پیروزی ریال مادرید کمک کرد. آنجلوتی بعد از آن در مقابل مایورکا از رودریگو و وینیسیوس به عنوان شرکای بنزما استفاده کرد. ریال بهترین بازی فصلش را داشت و با نتیجه 6-1 به پیروزی رسید. آنجلوتی در مقابل مایورکا برای اولین بار از دو جواهر برزیلی به عنوان شرکای بنزما در خط حمله استفاده کرد. کالتو این نقشه را در مقابل ویاریال تکرار کرد، اما بین دونیما کاماوینگا جای رودریگو وارد زمین شد. بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید. هازارد در مقابل شریف فکر شد و ریال شکست خورد. در مقابل اسپانیول نیز خبر از رودریگو نبود و بنزما و وینی در خط حمله قرار گرفتند و ریال باز هم باخت. در مقابل شریف دوباره وینیسیوس و رودریگو شرکای بنزما شدند که ریال 5 گل زد و دو برزیلی روی هم 3 گل زدند. در ال کلاسیکو نیز ریال با همین نقشه موفق شد. در حقیقت در حالی که بیل همچنان مصدوم است و هازارد با شرایط آرمانی فاصله زیاد دارد، به نظر می‌رسد که دو برازیلی جایگاهشان را به عنوان شرکای بنزما تثبیت کردند. بنزما، رودریگو و وینیسیوس مجموعاً 12 بار در کنار هم در ریال مادرید فکس بودند که حاصلش 9 برد و 3 تساوی بوده است. اولین باری که این سه در کنار هم قرار گرفتند به 7 دسامبر 2019 برمی‌گردد که ریال با نتیجه 2-0 مقابل اسپانیول پیروز شد. در این 12 بازی ریال مادرید 26 گل زده است. آنجلوتی در مقابل بارسا ترجیح داد که فدریکو والورده رو روی نیمکت بنشاند تا به این ترکیب دست نزند. مثلث بنزما، وینیسیوس و رودریگو درون زمین برای همدیگر فضاسازی میکنند و خط دفاعی حریف را کاملا آشفته میکنند. وینیسیوس از سمت چپ مرگبار حمله میکند. بنزما فضای خود را پیدا میکند و رودریگو نیز مهره ای است که کاملا در خدمت تیم است.
وینیسیوس در این فصل در 10 تا از 11 بازی خود در پست بال راست بازی کرده و در این پست با 2 گل و 1 پاس گل نمایش خوب داشته است. وینیسیوس در این فصل 7 گل زده و 5 پاس گل داده و بنزما 11 گل زده و 8 پاس گل داده است. بیل و هازارد روی هم رفته 1 گل و 1 پاس گل داشتند. منچستر یونایتد روز یکشنبه در هفته 9 لیگ برتر انگلیس در ورزشگاه اولترافورد با نتیجه 5-0 مغلوب رقیب سنتی خود یعنی لیورپول شد تا یکی از تلخ‌ترین روزهای منچستری ها و البته اولی گونار سولشایر رقم بخورد. از همان روز شایعات زیاد در خصوص آینده حرفه‌ای این مربی نروژی در منچستر یونایتد مطرح شده و از مربیان همچون آنتونیو کونته، اریک تن هاگ، زیندن زیدان، برند راجرز و مایرس پوچینو به عنوان گزینه‌های جانشینی او در این تیم یاد شده است. نشریه انگلیسی منچستر ایونینگ نیوز در تازه‌ترین مورد خبر داد کریستیانو رونالدو تلاش کرده است تا بازیکنان منچستر یونایتد را گرد هم بیاورد و هم تیمی‌های خود را به حمایت از سولشایر تشویق کند. طبق این گزارش برنده 5 توپ طلا به بازیکنان منچستر یونایتد توصیه کرده تا بدون توجه به تاکتیک های اولی دست از تلاش نکشند تا زمانی که سرانجام سرمربی تیم تغییر کند. رونالدو 36 ساله که تابستان اخیر به حضور 3 ساله اش در یوونتوس پایان داد و به منچستر یونایتد بازگشت تا کنون در 10 بازی آمار 6 گل زده را از خود بر جای گذاشته است. پس از بازی با لیورپول فیلم از کریس منتشر شد که به گل پنجم لیورپول واکنش خاص نشان می‌دهد که برخی رسانه‌های انگلیسی مدعی شدند او این حرکت را در اشاره با تاکتیک های بی اثر سولشایر انجام داده است. منچستر ایونینگ نیوز همچنین مدعی شد دلیل اصلی که مدیران باشگاه منچستر یونایتد در مقابل اخراج سولشایر مقاومت کردند به این دلیل است که برنامه‌ای برای جایگزین این مربی نروژی ندارند. گفته می‌شود سران باشگاه منچستر یونایتد به اولی گونار سولشایر 3 بازی تاتنهام، آتالانتا و منچستر سیتی فرصت دادند تا جایگاهش را در این تیم را حفظ کند. شیاطین سرخ از 4 بازی اخیر لیگ برتر خود تنها 1 امتیاز کسب کرده در حال حاضر با 14 امتیاز در رده هفتم این رقابت‌ها جای دارد. سپاسگزارم از همراهیتان در پناه خداوند بزرگ باشید.